فصل پنجم. گرالت برای آخرین بار از پشت پنجره کاخ نگاه کرد. غروب داشت به سرعت آسمان را فرا می گرفت. پشت دریاچه سوسوی نورهای ویزین دیده می شد. دور کاخ قدیمی برهوت بود. در تکه زمین خشکی که طی این 7 سال بین شهر و این مکان خطرناک فاصله انداخته بود، چیزی جز چند خرابه و درختان از بین رفته دیده نمی شد. و حصار چوبی درب و داغانی که مطمئناً نیازی به باز کردن و جابجا کردنش ندیده بودند. در دورترین نقطه ممکن در سوی دیگر این منطقه شاه محل سکونت جدیدش را ساخته بود. برج مستحکم کاخ جدیدش در دوردست سر برافراشته بود. پشت آن آسمان آبی رو به تیرگی می رفت. در یکی از اتاقهای خالی و چپاول شده ویچر به سمت میز خاک گرفته‌ای برگشت که داشت روی آن با خونسردی و دقت تمام تجهیزاتش را آماده می کرد. می دانست که وقت زیادی دارد. استریگا قبل از نیمه شب مقبره‌اش را ترک نمی کرد. روی میز جلویش صندوق کوچکی با تزیینات فلزی گذاشته بود. او بازش کرد. داخل آن در چند بخش که با تکه علف‌های خشک شده ساخته بودند تعدادی شیشه کوچک تیره دیده می شد. ویچر 3 شیشه را برداشت. از روی زمین بسته درازی را برداشت که با پوست ضخیم گوسفند پوشانده شده و با بند چرمی بسته شده بود. او بازش کرد و شمشیری را بیرون کشید که دسته باشکوهی داشت. داخل یک نیام سیاه و براق بود که ردیف‌هایی از نمادها و نشانهای رونی روی آن نقش بسته بود. او شمشیر را بیرون کشید و مانند آینه نور درخشانی از آن تابید. نقره خالص بود. گرالت وردی را زمزمه کرد و نوشید، یکی بعد از دیگری. محتویات 2 شیشه را نوشید. بعد از هر بار که با آنها لب می‌زد، دست چپش را روی تیغ شمشیر می‌گذاشت. سپس خودش را محکم در کت سیاهش پیچید و روی زمین نشست. هیچ صندلی در اتاق یا در کل کاخ وجود نداشت. او بی حرکت نشست، چشمانش را بست. تنفسش که اول آرام بود، ناگهان سری شد، خشن و بی‌امان، و ناگهان نفسش قطع شد. بخشی از ترکیبی که به ویچر کمک می‌کرد، کنترل کامل بدنش را در دست بگیرد، از گیاهان خربوق، تاتوره، خونچه و شبرم ساخته شده بود. بقیه اجزایش هیچ اسمی در زبان‌های انسانی نداشتند. برای هر کس که مانند گرالت از بچگی به آن عادت نشده بود، سمی کشنده به شمار می‌رفت. ویچر ناگهان سرش را برگرداند. در سکوت شنوایی‌اش که به طرز غیرقابل باوری حساس شده بود، صدای قدم‌هایی را که از میان گزنه‌های مزاحم محوطه رد می‌شدند، تشخیص داد. امکان نداشت استریگا باشد. قدم‌ها خیلی سبک بودند. گرالت شمشیرش را پشتش انداخت، وسایلش را در آتشدان تخریب شده پنهان کرد و به بی صدایی یک خفاش از پله‌ها پایین دوید. نور در محوطه هنوز به قدری بود که مرد تازه وارد بتواند صورت گرالت را ببیند. مرد استریت ناگهان به عقب رفت. لب‌هایش ناخواسته و از روی وحشت شروع به لرزیدن کردند. ویچر لبخند کج و کوله‌ای زد. می‌دانست چه قیافه‌ای پیدا کرده است. بعد از نوشیدن ترکیبی از شابیزک، تنباکوی کوهی و چشم روشن، صورت به رنگ گچ درآمده و مردمش کل چشم را می‌گیرد. اما این ترکیب اجازه دیدن در تاریکی کامل را میداد و این چیزی بود که گرالت میخواست. استریت فوراً خودش را جمع جور کرد. او گفت، انگار همین حالا هم مردی ویچر، حتما وحشت کردی. نترس، اومدم که مرگ تو به تعویق بندازم. ویچر پاسخی نداد. نمیشنوی چی میگم شیاد ریویایی؟ نجات پیدا کردی و پولدارم شدی. استریت کیسه پول سنگینی که در دستاش را جلوی پای گرالت انداخت. 1000 اورن، بگیرش. بشین رو اسب تو از اینجا برو. گرالت همچنان چیزی نگفت. استریت صدایش را بالا برد. به من زل نزن، وقت تو هم تلف نکن. اصلا قصد ندارم تا نیمه شب اینجا بمونم. نمیفهمی؟ من نمیخوام که تلسمو باطل کنی. نه نفهمیدی. من با ولرات و سیلین هم دست نیستم. نمیخوام بکشیش. فقط باید اینجا رو ترک کنی. همه چیز باید همونطوری که هست باقی بمونه. ویچر حرکتی نکرد. نمیخواست مرد نجیب زاده بفهمد که حالا حرکات و واکنش‌هایش چقدر سریع شدند. هوا به سرعت داشت تاریک میشد. خوب بود. چرا که نیمه تاریکی غروب هم برای مردمک باز شده گرالت خیلی روشن بود. او پرسید، و چرا قربان، چرا همه چیز باید همونطور که هست باقی بمونه؟ به آرامی روی هر یک از کلماتش تاکید کرد. استریت مغرورانه سرش را بالا گرفت. این دیگه واقعا هیچ ربطی بهت نداره. و اگه همین حالا هم بدونم چی؟ حرف بزن. اگر استریگا به ترسوندن مردم ادامه بده، پایین کشیدن فولتس از تخت پادشاهی راحت‌تر میشه. اگر دیوانگی پادشاه هم مردم عادی و هم نجیب زادگان رو عصبانی کنه. درست میگم؟ من از راه ردینیا و نویگارد به اینجا اومدم. صحبت‌های زیادی میشه در مورد اینکه بعضیا در ویزیم شاه ویزیمی رو به عنوان منجی و فرمانروای خودشون میشناسن. اما من لرد استریت به سیاست اهمیتی نمیدم، یا اینکه کی قراره شاه بشه یا انقلاب در کاخ‌ها. من اینجا هستم تا کارم رو انجام بدم. تا به حال راجع به حس مسئولیت و صداقت واقعی نشنیدی؟ راجع به اخلاق حرفه‌ای؟ استریت با خشم فریاد زد، حواست باشی با کی داری صحبت می‌کنی ولگرد.
نجیب‌زاده دستش رو روی دسته شمشیرش گذاشت. دیگه کافیه. در شأن من نیست که با تو هم صحبت بشم. یک نگاه به خودت بنداز. درس اخلاق، عرف، تو کی هستی که حرف بزنی؟ یه یاقی که هنوز نرسیده شروع به کشتن مردم میکنه که جلوی فولتس خم میشه و پشت سرش با ولرارد مثل یه تبهکار نقشه میکشه. حالا دماغ تو برای من بالا میگیره رعیت؟ فکر میکنی ساحری، جادوگری، ویچر رقباز. برو تا با پهنای شمشیرم نزدم تو دهنت. ویچر تکان نخورد. با خونسردی منتظر شد. اوسیریت قدمی به عقب برداشت و فوراً شمشیرش را کشید. خودت خواستی جادو پیشه ابله، میکشمت. حقوقات کمکی نمیکنن. من یک سنگ لاک پشتی دارم. گراد لبخند زد. خواص سنگ‌های لاک‌پشتی مشهور اما کاملاً دروغین بود. البته ویچر به خودش زحمت جادو کردن نداد. نیازی به استفاده از شمشیر نقره‌ایش هم در برابر اوستریت نبود. او از زیر شمشیر چرخان جا خالی داد و با پشت دستش که دستبندی با خارهای نقره‌ای به آن بسته بود به گیجگاه اوستریت کوبید. فصل ششم. اوستریت خیلی زود هوشیاری‌اش را به دست آورد و در تاریکی مطلق اطرافش را نگاه کرد. می‌دانست که قل و زنجیر شده است. اما گرالت که درست کنارش ایستاده بود را نمیدید. به هر حال میدانست کجاست و فریادی وحشت زده و طولانی کشید. ویچر گفت ساکت باش وگرنه زودتر از موعد از قبل بیرون میکشیش. قاتل لعنتی کجا هستی؟ فوراً بازم کن کثافت. به خاطر این کار دارت میزدم حرومزاده. ساکت. اوستریت به نفس افتاد. با صدای آهسته‌تر و در حالی که زیر لب ناسزا میگفت پرسید منو اینجا ول می‌کنی تا خورده بشم با دستای بسته؟ ویچر گفت نه میذارم بری اما نه حالا. اوستریت گفت پس فردت. میخوای حواس استریگا رو پرت کنم؟ آره. اوستریت چیزی نگفت. دست از تلاش برای آزاد کردن خودش برداشت و بی صدا دراز کشید. ویچر؟ بله. حقیقت داره که من میخواستم فولتس رو از تخت پایین بکشم. فقط خواسته من نیست. اما من تنها کسی هستم که میخواستم بمیره. میخواستم در حال زجر کشیدن جون بده. دیوونه بشه. زنده زنده بپوسه. میدونی چرا؟ گرالت ساکت ماند. من عاشق آدا بودم. خواهر پادشاه. بانوی پادشاه، هرزه پادشاه، من عاشقش بودم. ویچر، هنوز اینجایی؟ هستم. میدونم چه فکری میکنی، اما اونطوری نبود. باور کن، من هیچ تلسمی اجرا نکردم. من چیزی راجب جادو نمیدونم. فقط یک بار با عصبانیت گفتم، فقط یک بار. ویچر، گوش میدی؟ بله. کار مادرش بود، ملکه قبلی. حتما همینطور بوده. اون نمیتونست کارهای فولتس و آدا رو تحمل کنه. کار من نبود. فقط یه بار، میدونی، سعی کردم قانعشون کنم. اما آدا ویچر مسحور شده بودم و گفتم ویچر کار من بود من دیگه مهم نیست. ویچر چقدر تا نیمه شب مونده؟ چیزی نمونده. بذار برم وقتی بیشتری بهم بده. نه. اوستریت صدای حرکت سنگ روی مقبره را نشنید اما ویچر حسش کرد. او خم شد و با خنجرش تنابهای مرد نجیب‌زاده را برید. اوستریت منتظر حرف او نشد. روی پا پرید، کمی بی‌حس و حال تلو تلو خورد و سپس شروع به دویدن کرد. چشمهایش آنقدر به تاریکی عادت کرده بود که راهش از سرسرای اصلی سمت خروجی را پیدا کند. تخت سنگی که جلوی سردارابه را بسته بود با صدای تقی به زمین افتاد. گرارد که با احتیاط پشت نرده‌های پلکان پنهان شده بود هیکل بریخت استریگا را دید که با سرعت و بدون مکس صدای قدم‌های اوستریت را دنبال می‌کرد. هیچ صدایی از هیولا بلند نمی‌شد. صدای فریاد وحشتناکی لرزان و دیوانه‌وار شب را شکافت. دیوارهای قدیمی را به لرزه انداخت و صدایش شروع به کم و زیاد شدن کرد. ویچر فاصله دقیق آن را نمی‌دانست. شنوایی تقویت شده اش فریبش می‌داد، اما می‌دانست که استریگا خیلی زود به اوستریت رسیده است، خیلی خیلی زود. او به وسط سرسرا قدم گذاشت و درست جلوی ورودی سردابه ایستاد. کتش را به زمین انداخت، شانه‌هایش را جنباند، جای شمشیرش را درست کرد و دستکش‌هایش را پوشید. هنوز کمی وقت داشت. می‌دانست که استریگا گرچه هنگام ماه کامل سیر شده بود، به این زودی جسد اوستریت را رها نخواهد کرد. قلب و جگر برای هیولا خوراک مناسبی بودند که هنگام خواب طلایی به کارش می آمدند. ویچر منتظر شد. با حساب او نزدیک 3 ساعت تا طلوع مونده بود. آوای خروس فقط می تواند گمراهش کند. تازه احتمالاً هیچ خروسی این اطراف باقی نمانده بود. ویچر صدایش را شنید. هیولا داشت آرام آرام حرکت می کرد و خودش را روی زمین می کشید و بعد گرات آن را دید. توضیحات ولرات دقیق بود. سر بی‌تناسب و بزرگ هیولا روی گردنی کوتاه و دور آن را موی قرمز در هم گوریده‌ای گرفته بود. چشمانش مانند گربه در تاریکی می‌درخشید. استریگا بی حرکت ایستاد و به گرالت خیره شد. ناگهان فک‌هایش را باز کرد، طوری که انگار به ردیف دندان‌های سفید و تیزش افتخار می‌کند. سپس با صدایی مانند به هم خوردن در صندوقچه‌ای آنها را بست. پرید و با پنجه‌های خونینش به گرالت چنگ انداخت. گرالت به یک سمت پرید و سری چرخید. استریگا به او کشیده شد. هیولا هم چرخید و با چنگالش هوا را شکافت.
استریگا تعادلش را از دست نداد و در میان چرخشش دوباره حمله کرد. دندانهایش با فاصله کمی از سینه گرالت به هم خوردند. ویچر اهل ریویا پرید و دور شد. چهش چرخشش را با حرکتی عوض کرد تا استریگا را گیج کند. در حالی که عقب میپرید با خارهای نقره‌ای که روی بند انگشت دستکشش بودند محکم به سر هیولا کوبید. استریگا قرشی وحشتناک کرد که تنین آن در کاخ پیچید. سپس به زمین افتاد. از حرکت افتاد و با خشم زوزه تنین انداز کشید. ویچر لبخند زهرآگینی زد. اولین تلاشش همونطور که امید داشت خوب پیش رفته بود. نقره برای استریگا کشنده بود. همونطور که برای اکثر موجوداتی که از طریق جادو زاده شده بودند مرگبار بود. بنابراین شانس داشت. هیولا مانند موجودات دیگر بود. این یعنی احتمال باطل شدن تلسپ زیاد بود و شمشیر نقره‌ای به عنوان آخرین راه چاره زنده ماندن گرالت را تضمین می‌کرد. استریگا برای حمله بعدیش عجله نداشت. آرام نزدیک شد. دندان‌های نیشش را بیرون ریخت. بزاقی زننده از آنها روان بود. گرالت دور شد. قدم‌هایش را با دقت و به شکل یک نیم دایره برمی‌داشت. با آهسته و سریع کردن حرکت‌هایش حواس استریگا را پرت می‌کرد. حمله کردن را برایش سخت می‌کرد. ویچر در همان حال که راه می‌رفت، یک زنجیر نقره‌ای طولانی و محکم را باز کرد. انتهای آن سنگین‌تر بود. لحظه‌ای که استریگا پاهایش را به عقب داد و پرید، زنجیر در هوا به پرواز درآمد. مثل ماری پیچید و دور شانه‌ها، گردن و سر هیولا قرار گرفت. پرش استریگا متوقف شد و جیغی گوشخراش کشید. روی زمین به خود می‌پیچید و زوزه وحشتناکش نشان از درد سوزان فلز مورد نفرتش داشت. گلارت راضی بود. اگر می‌خواست می‌توانست استریگا را بدون مشکل زیادی بکشد. اما ویچر شمشیرش را نکشید. هیچ چیزی در رفتار استریگا نشان نمی‌داد که غیر قابل درمان باشد. گرالت به فاصله امتری رفت. بدون اینکه نگاهش را از هیولایی که روی زمین داشت زجر می‌کشید بردارد، نفس‌های عمیق کشید و خودش را آماده کرد. زنجیر از هم گسست. حلقه‌های نقره‌ای آن مانند باران به همه طرف پخش شدند و با صدا به سنگ‌ها برخورد کردند. استریگا که از خشم کور شده بود، قرید و برای حمله آماده شد. گرالت با خونسردی منتظر شد و با دست راستش که بالا برده بود نشان آرد را جلویش کشید. استریگا که انگار چکش خورده بود به عقب رفت، اما تعادلش را از دست نداد. چنگالهایش را بالا گرفت و دندانهایش را نشان داد. موهایش بالا رفتند و شروع به لرزیدن کردند، انگار که در برابر باد شدیدی قدم بر می داشت. هیولا به سختی و با قدمهای کند به جلو آمد. حرکتش آهسته بود، اما داشت جلو می آمد. گرالت کمی نگران شد. انتظار نداشت که نشانی به این سادگی هیولا را کاملا فلج کند، اما فکر هم نمی‌کرد استریگا به این راحتی از پسش بر بیاید. نمی‌توانست نشان را برای مدت زیادی حفظ کند. بیش از حد خسته کننده بود و استریگا بیش از 10 قدم با او فاصله نداشت. گرالت ناگهان نشان را متوقف کرد و به کنار پرید. استریگا که غافلگیر شده بود به جلو پرتاب شد. تعادلش را از دست داد، افتاد، روی زمین لیز خورد و از پله‌های ورودی سردابه سقوط کرد. جیغ اهریمنیش از آن پایین شنیده شد. گرالت برای اینکه به خودش زمان بدهد روی پله‌هایی که به ایوان می‌رسیدند پرید. هنوز نیمی از آنها را بالا نرفته بود که استریگا از سردابه بیرون دوید. مانند یک عنکبوت سیاه بزرگ سری حرکت می‌کرد. ویچر صبر کرد تا به دنبال او از پله‌ها بالا بیاید. سپس از روی نرده‌ها کنار پرید. استریگا روی پله‌ها چرخید، بدنش را باز کرد و با پرشی طولانی و باورنکردنی سمت او پرواز کرد. این بار به خودش اجازه نداد که چرخش‌های ویچر گیجش کند. دو بار جای پنجه‌هایش روی نیمتنه چرمی او افتاد، اما ضربه محکم دیگری از دستکش‌های خاردار هیولا را به کناری پرتاب کرد. گرالت که خشم را در وجودش حس می‌کرد، جلو و عقب رفت. بدنش را به عقب داد و با لگد محکمی زیر پاهای هیولا زد. قرش هیولا از قبل هم بلندتر بود. حتی گچ‌های روی سقف پایین ریختند. استریگا روی پا جهید، با خشم غیرقابل کنترل و شهوت مرگ می‌لرزید. گرالت منتظر شد. شمشیر را از غلاف بیرون آورد، با آن در هوا دایره کشید و استریگا را دور زد. مراقب بود که حرکت شمشیرش ریتم متفاوتی با قدم‌هایش داشته باشد. استریگا نپرید. هیولا آرام جلو آمد، با چشمانش درخشش شمشیر را دنبال می‌کرد. گرالت مکسی کرد. همانطور که شمشیرش را بالا گرفته بود، در جا خشکش زد. استریگا که دوباره گیج شده بود، همراه او ایستاد. ویچر که به آرامی با شمشیرش نیم دایره‌ای را دنبال می‌کرد، قدمی سمت استریگا برداشت، سپس یکی دیگر. بعد وانمود کرد که با شمشیرش حرکت چرخشی با رئیس‌سر هیولا انجام می‌دهد. استریگا بدنش را جمع جور و با دستپاچگی فرار کرد. گرالت دوباره به آن نزدیک شد. شمشیر در دستش می‌چرخید. چشمانش با نوری شوم می‌تابیدند. قرشی خشن از میان دندان‌هایش به بیرون راه پیدا کرد. استریگا دور شد.
قدرت امواج نفرت، عصبانیت و خشم فوق‌العاده‌ای که از مرد مهاجم منتشر می‌شد، آن را به عقب می‌راند و به ذهن و بدنش نفوذ می‌کرد. هیولا که به خاطر احساسات ناشناخته‌اش وحشت زده شده بود و درد می‌کشید، صدای ضعیف و لرزان از خود ایجاد کرد. روی پا چرخید و دیوانه‌وار سمت دالان‌های تاریک کاخ فرار کرد. گرالت وسط سرسرا ایستاده بود و به خود می‌لرزید. تنها بود. زمان زیادی طول کشیده بود تا این رقص تا مرز پوچی، این نبرد رقص مانند دیوانوار و هولناک، نتیجه دلخواهش را بدهد، تا به او اجازه دهد که واقعا با حریفش یکی شود و به لایه‌های زیرین اراده‌ای که به استریگا رسوخ کرده بود دست پیدا کند. اراده شیطانی و پلیدی که استریگا از آن زاده شده بود. فکر کردن به لحظه‌ای که آن پلیدی را در دست گرفته بود، لرزه به اندامش می‌انداخت. مانند یک آینه آن را به هیولا برگردانده بود. تا به حال به چنین نفرت و دیوانگی مرگباری بر نخورده بود، نه حتی در باسیلیسک‌ها که به آنها مشهور بودند. با خودش فکر کرد چه بهتر به سمت ورودی سردابه و چاله‌ای که سیاهی بزرگی از آن به بیرون پخش می‌شد راه افتاد. چه بهتر ضربه‌ای که به استریگا وارد شده بود قدرتمند بود. تا خارج شدن هیولا از شوک زمان بیشتری داشت. ویچر شک داشت که بتواند دوباره در این کار موفق شود. اثر اکسیرها داشت ضعیفتر میشد و هنوز زمان زیادی تا سپیده دم باقی مانده بود. اما استریگا نباید تا طلوع خورشید به مقبره‌اش برمیگشت، وگرنه تمام تلاش‌های گرالت بیفایده میشد. او از پله‌ها پایین رفت. سردابه بزرگ نبود، فقط برای 3 تابوت سنگی جا بود. سنگ روی اولین تابوت به کنار داده شده بود. گرالت سومین شیشه را از زیر نیم‌تنه‌اش بیرون کشید. سریعاً محتویات آن را نوشید، وارد تابوت شد و در آن دراز کشید. همانطور که انتظار داشت، یک قبر دو نفره بود، برای مادر و دختر. در همان حال که داشت سرپوش قبر را بالای سرش می‌بست، دوباره صدای قرش استریگا را شنید. او به پشت کنار جسد مومیایی شده آدا دراز کشید و نشان اردن را زیر سنگ قبر کشید. شمشیرش را روی سینه‌اش خواباند. یک ساعت شنی کوچک که شن شبتاب در آن ریخته بود را کنارش گذاشت و دست‌هایش را روی سینه‌اش جمع کرد. دیگر صدای جیغ‌های استریگا که داشت در کاخ می‌گشت را نمی‌شنید. کم کم کاملا شنواییش را از دست داد، چون معجون آلاله و سس شروع به کار کرده بود.